همراهان گرامی و همیشگی، درود بر شما. این روزها دونالد ترامپ به دلایل مختلفی به عنوان بخت اول ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. این دلایل شامل پایگاه اجتماعی قوی، استراتژی ارتباطی متمایز و توانایی در برجسته کردن موضوعاتی است که برای بخش زیادی از جامعه آمریکا این روزها اهمیت ویژه‌ای دارد. اما یکی از مواردی که این روزها دونالد ترامپ را از بقیه متمایز می کند، لحن رک و بی پرده او است. او جو بایدن را صراحتاً به سخره می گیرد. حتی جلوی طرفدارانش ادای راه رفتن و حرکات او را در می آورد و از این طریق به همه می فهماند که شاید بهتر است در مورد بایدن و انتخاب او تجدید نظر کنند. حالا دونالد ترامپ در یک مصاحبه جنجالی با جیل بارتز، خبرنگار پرسابقه فاکس نیوز، گفته است که از نظر او جو بایدن و خامنه ای دو روح در یک بدن هستند. او حتی پارا فراتر گذاشته و به طنز گفته است که حتی گاهی فکر می کند که خامنه ای مرده است و این روح او است که در بایدن ظهور کرده است، وگرنه هیچ دلیلی ندارد کسی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا این اندازه به حفظ و بقای جمهوری اسلامی کمک کند. ترامپ گفته است که شما به اعمال بایدن و خامنه ای در خاورمیانه توجه کنید. آنها به طور هماهنگ با یکدیگر خاورمیانه را به یک منجلاب جنگ و خونریزی و آشفتگی بدل کرده اند. این سخنان دونالد ترامپ همزمان شده است با خبر اینکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست‌های پر انتقاد خود در مماشات با رژیم فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر معافیت‌های تحریمی را تایید کرده است که امکان دسترسی رژیم خامنه‌ای برای استفاده از 10 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را فراهم می‌کند. پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه 13 مارس مصادف با 23 اسفند ماه با استناد به نامه کنگره آمریکا که ارائه شده است نوشته دولت بایدن با ارائه مجوز دوباره به معافیت از تحریم هایی که 10 میلیارد دلار پول مسدود شده را برای جمهوری اسلامی در دسترس قرار می دهد موافقت کرده است. معافیت از تحریم ها که مخالفت شدید جمهوری خواهان را به همراه داشت به عراق اجازه می دهد پرداخت هزینه برق وارداتی از ایران را از طریق کشورهای ثالث به ایران منتقل کند و دولت بایدن 6 ماه پیش از این با رفع توقیف 2.7 میلیارد دلار پول ایران در عراق بابت صادرات برق موافقت کرده بود. جمهوری خواهان در کنگره با هشدار نسبت به بازگذاشتن راه های دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی در مورد مجوز معافیت ها به رژیم علی خامنه ای هشدار دادند. آنها می گویند جمهوری اسلامی از طریق همین منابع گروه های تروریستی منطقه از جمله حماس و حزب الله را تأمین مالی می کند. وزارت خارجه ایالات متحده ادعا کرده که پول های آزاد شده به ایران و به دست جمهوری اسلامی نمی رسد و تهران فقط می تواند برای تأمین منابع بشر دوستان مانند غذا و دارو آن را استفاده کند. اما منتقدان استدلال می کنند که پول قابل تعویض است و این معافیت پول نقدی را برای حکومت ایران آزاد می کند تا برای تروریسم خود در منطقه و جهان به مصرف برسانند. همچنین برخی گزارش ها حاکی از آن است که رژیم جمهوری اسلامی در زمانهایی که پولهای آزاد شده را صرف غذا و دارو کرده است، غذا و دارو را بدون اینکه مستقیما وارد ایران شوند به دست گروههای نیابتی و تروریستیش در منطقه رسانده است تا آنها را به پول نقد تبدیل کنند و از آنها برای اقدامات خرابکارانهشان استفاده کنند. اما در خبر دیگر در همین مورد، فاینانشال تایمز گفته است که جمهوری اسلامی و آمریکا باز هم در عمان در حال مذاکرات محرمانه هستند. به گفته مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی، آمریکا مذاکرات محرمانه با جمهوری اسلامی داشته تا رژیم خامنه ای را متقاعد کند که از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کند و در ازای آن معافیت‌های تحریمی بگیرد. برت مک‌گورک، مشاور خاورمیانه‌ای کاخ سفید و آبرام پیلی، نماینده آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشتند و از ایران نیز
علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسقط رفته بوده است. مقامات عمانی گفتند که بین نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا رفت و آمد کردند تا آنها مستقیم صحبت نکنند. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد این گفتگوها بر این نکته تأکید می کنند که چگونه دولت بایدن از کانال‌های دیپلماتیک با دشمن مردم آمریکا در کنار بازدارنده‌های نظامی در تلاش برای کاهش تنش موجی از خصومت‌های منطقه‌ای شامل گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. سناتور تام کاتن در واکنش به گزارش واشنگتن فری بیکن در اکس نوشت: در شرایطی که نیروی دریایی آمریکا قادر به مقابله با حوثی‌ها است، درخواست کمک از جمهوری تروریستی اسلامی برای مشکلی که خود جمهوری اسلامی در آن نقش دارد، شدت ضعف دولت بایدن را نشان می‌دهد. در همین حال در خبر دیگر، به تازگی یک فایل صوتی از محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی به ایران وایر رسیده است که در آن درباره انتخابات 11 اسفند 1402 اصلاح طلبان و رویارویی آنها با علی خامنه ای، چفی انداختن رهبر جمهوری اسلامی و افرادی که در انتخابات دخالت داشتند صحبت کرده است. او در این فایل صوتی به نوعی تلویحاً به مذاکرات ایران و آمریکا اشاره می کند و حسین طائب و محمد علی جعفری را همه کاره سیاست اخیر در جمهوری اسلامی می داند و محمود نبویان و حمید رسایی را که در انتخابات اخیر آرای لازم شهر تهران برای ورود به مجلس شورای اسلامی را کسب کردند، فاسد و کذاب می نامد. ظریف درباره پیشنهادی که برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری گرفته است صحبت می کند و می گوید فعلا قصد کاندیداتوری و نشستن روی صندلی ریاست جمهوری را نداشته و ندارد. اما در خبری دیگر، یک استاد اخراجی دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه شرق با انتقاد از ریاست دانشگاه تهران گفته که اکنون اداره دانشگاه در دست حراست ها و نیروهای امنیتی است و رئیس دانشگاه تهران تابع فرمان افرادی است که هیچ درکی از دانشگاه و علم ندارند. استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران همچنین در واکنش به سخنان ریاست دانشگاه تهران که گفته بود هیچ استاد اخراجی در دانشگاه تهران نداریم و استادانی که مدعی اخراج هستند را به مناظره دعوت کرده بود، گفت من و همفکرانم آماده هستیم با رئیس دانشگاه تهران مناظره کنیم و همچنین برای دفاع از حقوق همکاران، استادان و دانشجویان در سطح کشور حاضریم با وزیر علوم و معاونان ایشان در حضور همه رسانه ها مناظره کنیم. وی گفته است که در دانشگاه ها عملاً یک کودتای گسترده و وسیع رخ داده است و دانشگاه ها مانند یک پادگان نظامی تحت کنترل هستند. اما خبر دیگر در مورد رزمایش مشترک چین، روسیه و جمهوری اسلامی است که گفته می شود رژیم جمهوری اسلامی هزینه نظامی تمامی کشورهای شرکت کننده در این مانور نظامی را پرداخت کرده است، چیزی بالغ بر 5 میلیارد دلار. آن هم درست در زمانی که مردم ایران از فقر رنج میبرند و سفره بسیاری از مردم ایران خالی شده است. این رزمایش مشترک 3 روزه که چین، روسیه و جمهوری اسلامی آن را در شمال اقیانوس هند و نزدیک آبهای دریای عمان روز پنجشنبه 24 اسفند پایان دادند، بر اساس گزارش ها تنها دستاوردش تمرین نظامی چینی ها و روس ها با هزینه جمهوری اسلامی بوده است. وزارت دفاع چین در بیانیه ای هدف از این رزمایش را که در نزدیکی دریای عمان با بیش از 20 کشتی از 3 کشور برگزار شد، تقویت همکاری‌های دریایی و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای خواند. روسیه و جمهوری اسلامی هم با لحن مشابهی آن را در راستای تقویت همکاری‌های دریایی و حفظ صلح و ثبات آبراهای بین‌المللی عنوان کردند. این رزمایش برای 5مین سال متوالی است که در آب‌های اقیانوس هند برگزار می‌شود. گفتنی است که در خبری دیگر آمده است که در راستای ایران فروشی‌های علی خامنه‌ای، رهبر کودک‌کش جمهوری اسلامی، به چینی‌ها و روس‌ها، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار شرکت‌های چینی در بخش مسکن ایران از اردیبهشت امسال خبر داده است. با وجود همه هشدارهایی که به تصمیم جمهوری اسلامی برای وارد کردن چین به بازار مسکن کشور داده شده، وزیر راه و شهرسازی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی از این اقدام
استقبال کرده است. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم که از افراد نزدیک به حلقه مجتبی خامنه ای محسوب می شود اعلام کرده است از ورود چینی ها به بخش مسکن استقبال می کنیم. او ادعا کرده است که هر دستگاهی که با چینی ها در مذاکره است این مذاکرات را به نفع مردم ایران پیش می برد. اما این در حالی است که مطابق گزارش های رسیده چین بسیاری از زندانی ها و نیروهای کار اجباری را به عنوان متخصصان خود با هزینه بسیار برای ساختمان سازی به ایران روانه خواهد کرد. گفتنی است که سپردن پروژه های مسکن به چینی ها نخستین بار در سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین مطرح شد و زمزمه های آمد که وی حدود 30 میلیارد دلار برای برقراری این قراردادها منفعت مالی شخصی برده است. علیرضا زاکانی شهردار تهران ابتدای پاییز امسال پس از بازگشت از سفر چین اعلام کرد در این سفر 3 میلیارد دلار قرارداد تجاری منعقد شد و توانستیم در نتیجه مذاکرات از طرف چینی 1 میلیارد و 400 میلیون یورو فایننس با تنفس 1 تا 3 ساله بگیریم. زاکانی افزوده بود که در نتیجه سفر به چین شرایط مطلوبی برای شهر تهران ایجاد خواهد شد که این شرایط قابل تسری به سایر کلان شهرها هم می باشد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.